بخوانید حق را به ترس و امید، یعنی غیر خدا را نخونید، که بر محسنان رحمت او رسید. یکی از احسان ها خوندن حقه، خوندن غیر حق غیر خدا احسان نیست بلکه ظلمته، بلکه افساده. در منطق قرآن افساده. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، خداوند تبارک تعالی در این آیه از فسادکاری در زمین که بزرگترین شرکه نهی میکنه، بخصوص این فساد چقدر مضره بعد از اینکه دعوت اصلاحی توحیدی اومده، وقتی که امور به طبیعت به طبیعتشه و در توحید، در راست، در درستی، فساد بیاد این بدتره، چون این فسادی برای بندگان بدتره. ولی خداوند نهی میکنه، بندگانشو به عبادت خودش دعوت میکنه، یعنی عبادت غیر خودش فساده. بندگان رو به دعای خودش، به تضرع خودش، به تذلل برای خودش دعوت میکنه. ودعوه خوفا و طمعا، او را بخونید با خوف و با رجا، ترس از عذابش و امید و رجا ثوابش.